قهرمان که همه بشناسن. اگه زمان اونها هم کسی بود که از آسیب‌ها پیش از مصرف، ببینید بحث کسی که اولین بار مصرف کرده و آلوده شده و احتیاط پیدا کرده یه بحث متفاوت، از آسیب‌هاش پیش از مصرف به همون میگفت و به ما اجازه انتخاب میداد، قطع یقین ما میتونستیم، سلام محمد ناصر عزیز ارادت، قطع یقین ما میتونستیم با چشم بازتری انتخاب کنیم. ما زمانی از داروهای بدنسازی من فهمیدم که کبد رو اذیت میکنه، کلیه اذیت میکنه، تازه اینا چیزای کوتاه مدت، عوارض کوتاه مدتش بود که من دو تا قهرمانی کشور داشتم، رفتم آزمایش دادم. اولا که اصلا آزمایش نمیدونستم نمیدونستم چی هست. بعد که مثلا از یه دهه یه خورده بحث آزمایشات و اینا به مطرح شد، من زمانی فهمیدم که دیگه این ورزش جزوی از زندگی من بود و واقعا یکی که درش هست و قهرمان میاد بیرون و آگاه میکنه، این خیلی انسان به نظر من بزرگیه که ما هنوز ندیدیم. ولی اگه یکی مثل من الان هست داره لایف میذاره، میاد میگه آقا من قربانی شدم، من آسیب دیدم، من زندگیم مسیرش عوض شد، پر از یأس شد، پر از ناامیدی شد به واسطه بیماری که از این ورزش گرفتم، از این داروها گرفتم، و جوونا اینم امکان داره زندگی شما رو تحت شعاع قرار بده. پس خواهشن قبل از اینکه اولین استروید، اولین هورمون رو به خودتون تزریق کنید، به اسحاق فکر کن، به اسحاقی که امروز عاشقانه خالصانه میاد و ازتون خواهش میکنه که به خودتون بیاین، چون این ورزش، این داروها مثل مواد مخدره، مثل مورف، مثل هروئین میمونه، مثل تریاک میمونه، مثل شیشه میمونه. شما با اولین تزریق روح خودت رو آلوده میکنی، جسم خودت رو آلوده میکنی. شاید دو ماه مصرف نکنی، بدنت پاک بشه به اصطلاح، هرچند که آسیب ها همراهت هست، اما سالها مشکلات